بچه‌ها نوبتی هم که باشه نوبت این بلیزر است، من باهاش تصادفم کردم. خب ویدیوش این بالا میاد ببینید. بریم باهاش دوری بزنیم ببینیم آفرود سواری با بلیزر چجوریه. خود شمس هم اونجاست. بریم داخلش. انگار چیزه. حالت خاوره. ان شاء الله اینقدر گنده است. عرضو نگاه کن. دو سه نفر دیگه اینجا جمع میشه. بی سلامتی یارو خوبه. آقا بریم ببینیم چجوریه داستانش. ما تا حالا سوار نشدیم. چقدر بزرگ و خوبه. چطور ممکنه؟ شاسی بلندی توی متوجه میشه. آره هم مبله. یه دونه مبل باید براش بگیریم. از این تختچه ها. چند سالشه این ماشین؟ 45 سالشه. 40 سال دست خودمون بوده. با چقدر هم کم صدا کاپوت رو نگاه بایی جالب بود برام نگاه چه فاصله ای داره اینجا بزن این سقفش در میاد داره حالت وانت میشه این پیچاواز میشه پیچاواز میشه کلن در میاد حالت وانت میشه رسندهش رو باز میشه برای مثلا بار هم کردن و برای جایی که برای همین بوده یه قدرتی بوده این 6 سیلندره بعد حجم موتورش مصرف سوختش قدرتش 100 است بخاره 120 لیتر بنزین میگیره 120 مصرف ماشاءالله بالا 120 تو شهر بخاطر بیروش بری تو کوه کمر اون که آره قسم از این نوع ماشین که الان داخلش نشستیم ما شاید 3 تا یا 4 تا تو ایران باشه بده چرا من دیدم که بلیزر الان این مدلش این مدلش اون بلیزری تو دیدی به احتمال اتومات بوده 8 سیلند بوده آره چون من بهت گفتم این چرا دند دستیه اتومات 8 سیلند زیاده تو ایران ولی 6 سیلند دستی خیلی کمه تو ایران 3 تا یا 4 تا بیشتر جدی این مدل بلیزر بهش میگن شایان بلیزر شایان آرمش هم میتونی ببینی بلیزر شایان اسمش ایرانیه حالته البته بگم یه تایمی اسم ایرانی خیلی استفاده میکردن آهو و شهباز و آهو و شهباز اینا تو ایران مونتاژ میشد تو ایران مونتاژ میشد شورای بود دیگه حتی همون شبل نوایی که ویدیوشو ضبط کردن یا ایران نمیش تو ایران بعد یه چیز جالبتر جیپ آهو 2021 ش هم هنوز تو آمریکا هست آره دیدم خیلی جالب بود برام را بیافتیم بریم همه آمریکایی ها بدلی خیلی باحاله قشنگ حس کامیونه داره کامیونت من اینو میخواستم بگم این کامیونه دقیقا ارزش همینه داشبوردش رو فضولی کنیم داشبورد هیچ میز ماشینی تا رو نهیدم داشبوردش هنزا 206 باشه چه نرمه اصلا اتاقش هم صدا نمیده ای خدا بذارم تو سر خود سازای خودمون خب دیدم یه ماشین و چشو ساینا و کویک و با هم چی بود بابا با اینکه فکرم لاستیکاش هم فابریک خودش نیست آره این لاستیک خیلی کوچیک دارن اصلش همینه آره رینگش همینه سه نو بلیزر داری یکی همین بلیزری که دو دره ما بهش میگیم سه در با در عقب یه بلیزر دیگه هم داریم که چهار در یا همون پنج در با در عقب که بهش میگن سابربن و یه بلیزر دیگه هم داریم بلیزر سیلورادو که بلیزر وانت میشه که دیگه اتاق نداره کلا وانت آره آره این بلیزر هم جدیدن اومد یعنی از 2000 به بعد دیگه اومد به اسم بلیزر تاهو آره آره حالا این چهار مدل بلیزر رو داریم قدیمی ترین نوع بلیزری که الان موجوده خب ما داخلش مدل 74 تا 74 میلادی ها 74 تا 77 میلادی این تولید میشده این بلیزر آره. بیشتر ماشین آمریکایی همشون سدندن آره آره اتوماتاشون دیدی حالا این چه اینم سدنده جدی آره دندش هم برعکس دنده های مثل پراید و پریکان اینا میمونه حالا ما این دنده دوه دوش دقیقاً جای سه میخوره خب یکیش جای دو میخوره سهش جای چهار میخوره من خودم بشینم که تست کنم ولی خب آمپراشون حالا به موقع میگیرم آره آمپراشون هم ولی خب سیزش میکنم مثل همونه تقریبا آره کولرش مثل همونه ولی خب مثل شیورلت نووا است یه دونه نووا دارن یکی از معدود چی میگن خاص‌ترین و تمیزترین نوواهای ایرانه این بالا میاد ویدیوش های ندی حتما ببینش گاز نداره که بخوام ازش کولر بگیرم اب نداره نمیخواد تازگی تموم شد گاز چقدر گاز میخواد یه کپسول گاز بعدش بزنی 3-4 میلیون گاز ببینی این ماشین سواری فرق نه واقعا خیلی نرمه اصلا راحت زمان هم ازش سواری میگرفتن هم ازش کارو ماشین برای بار بردن و اینجور چیزا بوده دیگه به خاطر اتاقی که عقب داره این دیگه سه تموم شد سهش هم خیلی سبکه فوت کنه چطور ممکنه این حجم از کابوس کنسولش هم بگیرم یخچال یخچال فابی کشه یخچال فابی کشه باز کار افتاده الان انباری شده بیخیال همین که یخچال فابریک داشته یا کاپولر داشته فابریک خودش حتی آنو شبلت هم روش آره چه
اون برای کمربندشه. آره. بعد یه چیزی اینم دنده کمکاش، حالا جلوتر میگم داستان چیه. خیلی‌ها گفته بودن اینا رو توضیح بده، حالا اکثرا میدونن، ولی خب من دوباره میگم اینا رو. چه نمایی، واه اینجا خیلی باحاله. نگاه من نشستم بعد شیشه رو نگاه کنید، یه تیکه اصلا به درد شمال رفتن میخوره انصافا. با اینکه دو دره نگاه کنید حجم عقبو دستم به درد نمیرسه. خب یه مسافرتی با این رفتیم بنیاد، سوار شدیم رفتیم همدان، و از همدان رفتیم تهران، و از تهران رفتیم شمال، کل شمال رفتیم دیدیم، و از شمال رفتیم مشهد، از مشهد از اون ور انداختیم دوباره اومدیم اصفهان. یه ماهی تو سفر بودی. خیلی مسافرت خوبی بود. مگه میشه بد باشه؟ بزرگتر از اون چیزیم خاوریم. آینه رو بکن، آینه های نیسان هنوز به این بزرگی نشدن. آینه های نیسان مثل آینه پرایده، به خاطر دید خوبش آینه ها رو با این ماشین گرفته. اسم پایینش فلز بوده، چرم بوده و چوب. که یه ماشین مثلا آفروده، ماشین کاره، ولی مثلا اون زمان به یه سری جزئیاتش مثلا این دقت کردن. اینا هم فکر کنم باز میشه. آره این لچکی هاش اینجوری باید کلی برای اون فیلم ها رو زنده. آره اینا قدرتشون 100 است و بخاره، 8 سیلنداش 165 است. البته اینا هم بهتون بگم، مثلا ماشین قدیمی، حالا مثلا ماشین هایی که اینجوری هم زیاد به اسب بخارش نماد بری، ببینی چه گشتاوری بهت میده. آره. اون گشتاورش قطعا خیلی زیاده، خیلی آره اسب بخارشه. آره. به خاطر میلنگش و کورس پیستونش و این داستاناشه که اینا. آره آره دقیقا اینا، این موتورا اسب بخارشون پایینه، ولی گشتاور خیلی ذاتن گشتاور بالایی داره، میکنه ماشین با زور بلند میشه. این رینگاش میگه فرینگیش است، ولی لاستیکاش لاستیک خودش اینجا خیلی کوچولوه. همین قسمتش این بوده که شیشه‌اش میاد پایین. آره دستگیرش میندازین میچرخون شیشه‌اش میاد پایین. کی گفتم در میاد؟ نگاه کنین اینم احتمالاً حالت کاوچوه. آره سقفش کلا در میاد، حالت وانت میشه ماشین. شیشه بالا برشه. خب چه باحال، هنوز کار چه شیشه بزرگی. خب الان یه چیزی اگه بخوای در عقب باز کنی حتما با شیشه رو بیاری پایین. آها که آره چه حالت وانتی داره، چقدر خوب. تو اینجا ببین این دریه رو باز کنی یه عالم وسیله فقط تو اینجا قاچاق میتونی بکنی. قشنگ میشه صندلیشو آورد، دوشک اینجا انداخت. آره خیلی باحاله. من فکر کنم بر آویزون کردن چیزی هست. یه موتوری اومد از یه ماشین دیگه سفت بگیره، سفرمون زد تو چراغ. اینم که جای اون چیز است گفتی، بیتا لنگروز بود. پاکت روب بگیره. این خطا هم من زدم. دویستیش هم جمع شد سر این خطه. ویدیوشو اول چیز گفتم ببینیم بالا مالا میاد. سوال اینا در باکشه دیگه، در باک. خب این چرا نمیشه جیپ میشه رولت نیست؟ من نمیدونم، روزی که گرفتیم اینو زده بود جیپ، حالا دیگه نمیدونم. یعنی چسبونده بودن. آه. نمیدونم چیه داستان این. در باک اصلیش نیست، در اتکابیش گفت دزدیده. این دفعه عقبه، حالا چهار چرخش هم میگم، شاسیش هم نکنید، شاسی وولی داره. رکابی که دارم فابریکه. اینم شاسی جلو، دیفرانسیل جلو. خب آرم شورت اینا چند گونده است. موتور رو نگاه، در رو نگاه. آه از این فنارا داره که دیگه میخواد جک بذاری. آره دقیقا. آره خودش جک داره دیگه. موتور خطی V6 یکی از چیزترین هاست. خود موتور متعادله و بالانس خیلی لرزش کمی داره. ذاتن اینجوری این موتور. شاید پتوفن کنفرانسو کولره این؟ آره. هم کلاجشه. این طرف هم بوستر تورنوزشه. اینجا قشنگ میشه یه دونه چیز گذاشت. موتور پراید میتونی قشنگ بذاری. آره موتور پراید اینجا بذاری، یه دونه موتور چیز هم اونور. فیلترهای گرد خب برای موتورهایی که کارباراتی هم. یه هم کارباراتیه، مانیفولد هواش اینجا. یه که شاسی هاست و دست موتوره. شمع رو داریم. اگزوزش هم از این زیر رفته احتمالاً. این لوله هم که داری برای سوباست که موتور سرده هوا رو از دور فکر کنم اگزوز میکشه که این حکم ساسات رو داریم. آره دقیقاً. این فکر کنم این بسته میشه. ساسات نبره. این بسته میشه میره رو حالت ساسات که یه زمانی اطلاعاتی داشتیم. میل فرمونشه، این طرف هم سیستم فرمونش. قشنگ ببین، قشنگ انگار کامیونه. قطعاتش ها قطعات ظریفی نیست این اصلا. چند کیلوه؟ دو تون باید بخوره. دو تون و 200. جدی؟ ببین قشنگ دو برابر یه ماشین معمولیه دیگه. فقط اتاق خالیشه، فقط اتاقش یه تون. ورق چند استفاده کردی داداش؟ چند این ورق؟ ورق دو میله.
ولی فکر کنم ورق 90 استفاده میکنن آمریکایی‌ها، یعنی 0.9 میلیمتر. ما میگیم 90. بس شدن کاپوت رو نگاه کن، این کاپوت چه جوری الان میشینه، نگاه کن. خیلی باحال بود. تنها ماشینیه، به جرئت میتونم بگم تنها ماشینیه که اگه وقت تو گل یا تو برف بمونه خودش رو در میاره. یعنی چی؟ این نیازی نیست که مثلا چون نم ها تراکتوری چیزی آره چون بیرون. آره دیفلاک هم داره. آره دیگه. بعد چهارچرخش هم هست. بریم چهارچرخش رو بتون نشون بدم که داستانشون چیه. بعد در سنگین باز و بس میشه. من اینو فشار میدونم باز نمیشه. نگو سنگینه در. بعد فشار بدی. ببینیم اینا داستانش چیه. حالت 4L و N و 2H و 4H. 2H و 4H. خب رو N که باشه خلاص. خلاص. یعنی ماشین هیچ کیش تکون. حتی اگه این خوره. تو دنده باشه هیچ تکونی نمیخوره. این خلاص باشه تکون نمیخوره. تکون نمیخوره. رو 2H که باشه این حالت معمولشه. یعنی دو چرخ عقبه. دو چرخ عقبه. باره. چهارچرخ H، چهارچرخ سرعتیه و چهارچرخ همزمان با هم گردید. برای حالت ماسه و شنزاره. خب بعد 4L جاهایی که دیگه واقعا سخت باشه دیگه نتونی تو گیر و لای و اینجور چیزا که باشه مثلا یه نسبت خیلی سنگینی به گیرباکس شما میده، مثلا دنده یکش ممکنه مثلا 10 کیلومتر بره. آره دقیقاً. دیگه بکنه ماشین میذارن روی 4L. مثلا بدی ماشین نگه اگه مثلا یه وقت بخوای مثلا باهاش آفرود بری یا کوه بری چون جلوش بالاه جلو تو زیاد خوب نمیتونی ببینی برای تخت کاپوتش. آره مثل جیپ یا مثل لند کروز نیست که بتونی قشنگ از کوبری بالا جلو تو بتونی راحت ببینی. آمپر اولی آمپر بنزینه. خب بعدی آمپر کیلومتر. شما چند هزار کاره؟ چند مایل آره؟ نه آبی یا کیلومتر سفید یا مایله. نه کار کردش. آه کار کردش به مایل آره. آه کار کردش به 2000 یعنی حدود 100 هزار تا کار کرده. 152 هزار. آها میشه 300 هزار تا کار ماشین. آره تقریبا آره. اویل پرشر. اویل که مال روغنشه، ولت هم که مال برقشه، آب اینم که چراغ ترمز دستی. این برف کنشه، اینم که چراغشه. کشیدنی یعنی میکشی چراغش روشن آره میشه. آره میکشی چراغای جلو روشن میشه. کنتاک بالا و پایینشون پاییه. اینجا زیر پا. جدی؟ آره بی خیال. اینا. این کنتاک یعنی بالا و پایین میزنی. آره دقیقاً پاییه. آره. فرمونش هم فکر کنم تنظیم میشه بالا پایین میشه دیگه. نه اینا تلسکوپی نیست، اینا معمولی ساده است. آره مدلای بالاترش تلسکوپی میشه. بخوام قیمت گذاری بکنن این ماشینو چه قیمتی داره؟ یه همچین ماشین که همه چیزش فابریک باشه، بازسازی نشده باشه. آره این ماشین اصلا رنگ و اینا نشده، هم خودشه فابریکه. تهران داره دلار 500 600 تومان معامله میشه. ماشاءالله. یه خورده کار داره ها. آره یه سیلیای کوچولو داره. یه سری چیزا جدید میخواد. مثلا کولرش الان گاز نداره، بعد گاز بشه. 4 تا لاستیک میخواد. آره 4 تا لاستیک میخواد. بخاری جنتاش سوراخ شده، دو تا جنت براش بگیرم. ضبطش یه ذره مشکل داره. این چیزا جزئی ان نه. آره اینا زود جمع میشه. کندنش با کندن ماشین های دیگه فرق میکنه. سنگین میکنه. معلومه خیلی وزنش زیاده. چه صدای موتور نگاه. این موتور V6 اینجوری ها ذاتن اینجوریه. حالا این دیگه V6 آمریکایی بوده. بشینیم پشتش ببینیم چه حسی داره. خب اینم داخل بلیزر. اوه چه کلاج خدایی. بیارم پایین دیگه. الان خلاصه؟ یه رفت یک ها؟ تومز دستی آزاد کردیم. درست بود بکشم. مرد میخواد رو اندی کرم. الان فهمیدم. کلاجی که ول کردم فهمیدم. بس هر راه اصلا چه فرمون نرمی داره. بعد فرمونش باریکه. خب بعد میریم به سمت مثلا سیاره. دندش. سه تو ماشینای دیگه. ولی دندش چقدر راحت و نرم میخوره. این گیربوکسش راحت خیلی نرم دنده ها میخوره. فرمونش هم خیلی شتابشو با چی براتون مقایسه کنم؟ شتابش با 206 تیپ 2-1ه. ولی خب وزن شما نگاه کن چه بوغی داره. بوغش هم فابریک. آره بوغش هم فابریک. چون صداش متفاوته. نگاه صدا آمریکا میده. بو آمریکا اومد. هیچ شت باحاله. مثلا همه رو داری از بالا نگاه میکنی. احساس کنی واقعا واقعا نظر من از هایما و سانتاکا و کوسم نمیشه بگی شاسی بلند. اونا رو بهش میگن شاسی بلند مثلا. آره مثلا. ولی فرمون گرفتنش خیلی متفاوته. نمیدونم چون ماشین بلنده به نسبت محوراش نزدیک همه
یه جور خاصی میپیچه، یا شاید چون دفعقبه، چون ما همش سوار محرک جلو شدیم این دفعقبه الان، ولی فرمونش فوق العاده نرنگاه کن خواهی یه هنگاه کلاجش، صفحه کلاجش قد چیزه با اون اتوبوس یکیه. این پدالی که من فشار دادم خب، بعد اینجوری ترمز دستی رو، ترمز پاییه دیگه و پیادهش پیاده بشیم ما. با پوریه در مورد ماشین آمریکایی حرف می‌زنیم، مثلا اروپایی‌ها که دیدیم مثلا آمریکایی‌ها خیلی جو به اقلیم ایران خیلی بیشتر میخوره. چرا؟ چون جوش نمیارن و مثلا آمریکا حالا یه کشور پهناوره، هم بیابون داره هم جنگل داره همه چی داره، کوه داره و دشت داره. دقیقاً ایران هم اینجوریه. بعد این ماشینا جوش نمیارن، سقفشون بلنده، نگاه کن شیشه‌هاش حالا سیز داره، کلا اینجوریه، نور کمتر میاد داخلش. مثلا اروپایی‌ها زیاد مثل مثلا پژوها دیدید که جوش میاره، یا مثلا 206 چقدر سقفش کوچولوه. اینا مثلا میگیم خیلی مناسبه اقلیم ایرانه کلا آمریکایی‌ها. ولی واقعا بچه‌ها حسش مثل حس کامیونه، حس سواریه و آفرود اینا نداره. آقا کامیون باید ببندی پشتش یدکش بکشی فقط. چون اینجا رو نگاه کنید خب پرایده قشنگ رفت تو کجا از اینجوری میبینی شاسی بلند داره بغلمون رد میشه شاسی چه نصف مانه. آره قشنگ تا اینجا بود. بچه ها اینم از بلیزر شهرمون. اگه گل پایگانی باشیم میدونی که این بلیزر سالهاست همینجا پارک پای این تابلوه، تابلوی پارک ممنون، سالهاست که اینجا پارکه. گفتم ویدیو بگیریم که ببینیم چجوری، اینا خیلی حال داده خوش گذشت و اینکه خیلی چاکریم. اگه بازم از اینجور ویدیو میخوای برام بنویسی یا لایکش کنید که حالا پیدا کنم بگیرم من ببینم که شما چه چیزی علاقه دارید. ویدیو رو لایکش کن، چنل ساب کن، زنگولش فعال کن. خیلی چاکریم.